آثار اندیشمندان اسلامی در مورد آثار خندیدن و این خوشبختی در جامعه خوشبخت ایجاد کردن و خلق کردن این گونه گفتند گفتند توان انسان رو توان بیشتری به انسان در انجام کارها میده کسی که بشاش هست کسی که شاد هست این تواناییش رو هی با دوباره ریکاوری کردن شخ... شرایط سختی که برش وارد شده دقدقایی که داره با این شادی با این لبخند ت... توان خودش رو دوباره عین اینکه شما یک موبایل رو شارژ میکنید یا یک سیستم رو ریکاوری میکنید و باعث میشه که دوباره, دوباره در واقع اپ تو دیت بشه اینگونه با زند... با شخصیت روانی خودتون برخورد میکنید و امکان انجام فعالیت های بیشتر رو به خودتون میدید کسی که لبخند میزنه شادی بر لبش هست و شادی منتقل میکنه انسان مسئولیت پذیره به بیشتر مسئولیت پذیر خواهد بود علتش هم است که فکر میکنه بر اینکه چگونه باید این مشکلات رفت بشه میدونه که با شاد کردن طرف مقابل با انتقال بشاشیت و لبخند به جامعه اش و رابطه می قوی میتونه قدرتمندتر عمل بکنه و مسئولیت پذیر هست نسبت به با تفکر نسبت به مسائل جامعه نشان از مسئولیت پذیریش هستش آمادگی و به همین خاطر آمادگی رویاروی روی, روی با مشکلات بیشتر داره چرا چون در مقابل مشکلات با خندیدن و لبخند و شادی شادکامی از بین میبره اون غم و غصه هایی که ممکن هست و به همین خاطر هر مشکلی که براش به وجود میاد میتونه با همون ترفند هایی که در قسمت های قبل هم خدمتون با امید داشتن با صبر داشتن با توکل کردن با دعا کردن ابزارهایی که در اختیار انسان هست برای اینکه از مشکلات بگذره لبخند رو هم واردش میکنه بشاش هست در مقابل مشکلات خم به ابرو نمیاره بلکه سعی میکنه با تدبر و تفکر و ابزارهای مختلف که خدمتون عرض کردم برسه به اینکه از بین ببره این مشکلات رو توان انجام کارهای بزرگ دارند کسانی که این کار... کسانی که انسانهای بشاش هستن این نظراتی است که اندیشمندان اسلامی بهش رسیدن و فلواقع هم همین جور هست خوشبختی رو به, به, خودشون و به جامعه هدیه میدن کسانی که روحی بشاش دارن و به همین خاطر هم هست که میگن اگر که شما بین پول زیاد مقام والا و رضایت و سر سرزندگی و سرحال بودن در زندگی بخواید یکی رو انتخاب بکنید انتخاب اندیشمندان اسلامی میگن انسان متفکر انسان دانا اون سرحال بودن رو انتخاب میکنه چون پول بدون سرحال بودن هیچ توانی برای انسان هیچ کمکی نیست برای انسان فقط پول وجود داره همیشه با آشفتگی و غم خوردن و نمیدونم مشکلاتی که باش مواجه هستی اون لذت لازم رو از همون حداقل ثروتی که دارید هم نمیبرید مقامم هم همینطور به همین خاطر رضایت الهی و رضایت خودتون از زندگی باش بشاشیت به در واقع به نتیجه میرسه اصولا لبخند یک عنصر خدادادی است و ابزاری است که ما اگر ازش خوب استفاده نکنیم نمیتونیم در واقع نتایج خوبی رو ازش ببریم